خوراکی هم خوردم. بله بچه خوراکی حتما بخور که پر انرژی باشید. یادتونه سال قبل بهتون گفتم زنگ تفریح هر خوراکی که مامانتون گذاشته بخورید؟ باید انرژی داشته باشید دیگه، انقدر دارید فکر میکنید و درس میخونید. مخصوصا شما پسرهای کلاس دو استه عالی هستید، باریکلا بهتون، خیلی دوستتون دارم، خیلی پسرهای کوشا و فعالی هستید، هزار ماشاءالله بهتون، خدا حافظ همتون باشید. پسر گلم، امروز درس ما در مورد هدیه های آسمانی هسته. وقتی زنگ هدیه های آسمانی هست من خوشحالم، چون خیلی کتاب هدیه های آسمانی رو دوست دارم. بچه ها امروز میخوام راجع به درس ششمه هدیه های آسمان براتون صحبت کنم. شما میتونید کتابتون رو باز کنید، صفحه 35 رو بیارید، 34 و 35 رو آفرین بهتون، صفحه 34 35 رو باز کنید. میخواییم با هم دیگه امروز در مورد چی؟ پیامبران خدا صحبت کنیم با هم دیگه. بله بچه ها، بچه جونم، خدا ما رو خیلی دوست داره، خیلی خیلی دوست داره که ما رو سالم آفریده، به همون پدر و مادر مهربون داده، به همون سلامتی داده، از همه مهمتر نعمتهای زیادی برامون آفریده و ما در رفاه و آسایش زندگی میکنیم. چون خدا ما رو خیلی دوست داره، اومده از بین بنده های از بین تمام بنده هاش انسان های خوب و پاک و معصوم رو انتخاب کرده و تا ما رو راهنمایی کنن، ما رو هدایت کنن. بچه ها پیامبران خدا زیادن. ببینم این پسرام چه سوالی دارم که من برم سراغ درس، حواسم پرت میشه. کیاشا جون چه سوالی داری پسرم؟ خانم جانت، وقتی که در روی زنگ تفریح حرف میزدین، خب خوراکی و ان داشته باشین، من اصلا از زنگ اول تا زنگ آخر خوراکی دارم، کلی میوه الان داخل این ظرف منه. خب میخوریمش؟ بخور پرتقال و سیب و موز مونده، بخور پس همش باشه زنگای رفتی بخور که انرژی بگیری. پسرای گل من، امیر بردیا جان شما چه سوالی داری پسرم؟ خانم مونه دلم تو این صفحه دومیه 33 این کتاب هدیه های آسمانی هست. آره خب باز کن صفحه 34 اینه چرا گذاشتن؟ شما صفحه 32 هستی، من کتابم قدیمیه، شما صفحه 32 رو بیارید. باشه؟ آفرین بر رادین جون، شما چه سوالی داری خوشگلم؟ خانوم ببخشید خواهیم یه شما بکنم؟ بله بفرمایید. من راجع به درس نیست، تهران هوا چجوریه؟ الان؟ بله والا نمیدونم، هر منطقه یه جوریه، مال ما داره برف میاد، برای شما چی؟ شدید؟ نه کم کم ریز ریز داره برف میاد. پردیس هم همینطوره. اونجا هم برف میاد؟ بله هر منطقه یه جوره، یه جا بارون میاد، یه جا ابریه، یه جا برف میاد. پس حالا دیگه بریم سراغ درس. مرسی ازت که هواشناسی رو پرسیدی. خب آقای میرزاده چه سوالی داری پسرم؟ تاها جان برای ما بارونیه. آفرین، میدونم، گفتم که هر منطقه یه جوره. حالا بریم سراغ درسمون دیگه پسر خوشگل. خب گفتیم که خدا ما رو خیلی دوست داره بچه ها، و چون ما رو خیلی دوست داره اومده از بین همه انسان ها انسان های خوب و پاک و معصوم و انتخاب کرده تا ما رو راهنمایی کنن، ما رو هدایت کنن. بچه ها پیامبران خدا زیادن، ولی ما 5 تا از پیامبران خدا هستن که بهشون میگیم پیامبران اولوالعزم. یعنی چی؟ یعنی این پیامبران اولوالعزم یعنی پیامبرانی که کتاب آسمانی دارن و معجزه هم دارن. این 5 تا پیامبر رو بهشون میگن پیامبران اولوالعزم، یعنی اراده و تصمیم خیلی قوی داشتن.
که این پیامبران اولول عزم، این پنج تا پیامبر اولول عزم پیروانشون رو راهنمایی میکنن و از طرف خدا برای راهنمایی ما فرستاده شدن. خدا این پنج تا پیامبر اولول عزم رو انتخاب کرده برای هدایت و راهنمایی ما و اونها از طرف خدا فرستاده شدن تا ما رو به راه خوب، راستگویی، درستکاری، امانتداری، خواندن نماز، خواندن قرآن ما رو چیکار کنن؟ راهنمایی و هدایت. بچه ها دوست دارید نام این پیامبران رو براتون بگم؟ شما هم یاد بگیرید به ترتیبی که من میگم شما هم بگید. باشه که اگه ازتون پرسیدم که بچه ها پیامبران خدا رو نام ببرید، دیگه یک حضرت نوح، حضرت نوح، دو حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم، سه حضرت موسی، چهار حضرت عیسی و خاتم الانبیا یعنی آخرین پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بوده. پس ما پنج تا پیامبر داریم، پیامبر اولوالعزم. اولیش حضرت نوح، دومی حضرت ابراهیم، سومی حضرت موسی، چهارمی حضرت عیسی و خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستش. بچه ها پیامبران خدا خیلی مهربون هستند و به مردم خیلی کمک میکنن و کارهای درست رو به ماها نشون میدن. کتاب آسمانی هم دارن. یکی از پیامبران ما که کتاب داره و خاتم الانبیا هست، یعنی آخرین پیامبر خدا هست که برای هدایت ما فرستاده شده، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستش و کتابش هم کتاب قرآن هستش. بچه ها حالا میخواید بریم درس رو بخونید و راجع ببینید راجع به پیامبران خدا چی گفته؟ من یک کلیپ خیلی خوشگل براتون انتخاب کردم که پیامبران خدا رو بهتون نشون میده و میگه که چه کارایی انجام دادن. حالا از تو درس میخونید، بعد از درس من اون کلیپ خوشگل رو براتون میذارم. همه بچه ها کتابتون رو باز کنید، صفحه 32 کتابتون رو من میخونم، شما ها دستتون رو زیر کلمه بذارید که بعدن بتونید جواب سوالایی که من ازتون میخوام و بهم بگید. باشه؟ مرسی ازتون. خب درس 6 به نام خدا، پیامبران خدا. روی این گفته آقای امیری، این آقای معلمه، اسمش هم آقای امیری. آقای امیری روی تابلوی کلاس نوشت، یعنی آقای امیری روی تخته کلاس نوشت خدا، پیامبر، مردم، و از بچه ها خواست با این کلمات جمله بسازن. بچه ها قلم به دست گرفتند و جمله های نوشتند. معلم جمله ها را روی تابلو نوشت و از بچه ها پرسید بهترین جمله را چه کسی نوشته است؟ بچه ها یک صدا گفتند. چی؟ گفتن سعید. خب حالا این کتاب من گویا با کتاب شما یه مقدار فرق داره. باشه؟ حالا من از روی یک بار دیگه از روی این کتاب میخونم که شماها ببینید. رادین جون چی گفتی پسرم؟ رادین جان، رادین جون چه سوالی داری عزیزم؟ خانم نوره بلم جانم صفحه چنده؟ صفحه 32 کتاب. من این چیزی که هم نوشتم گفتم فرشته های خدا آدم ها رو نجات میدن. شما تو گوگل بزنید فرشته های نجات میاره. مثلا یکی داره با موتور میره، یک کامیون خیلی گنده میاد، یهو یه نفر با سرعت میاد میره. آفرین به تو که اینقدر دانایی، ماشاءالله به تو.
هزار ماشاءالله پسرم احسنت. بله رادین درست میگه. یا فرشته نمازخون که تو مسجد است که وقتی آدما دارن نماز میخونن کنار آدما نماز میخونن. آره چند آفرین به تو که اینقدر دانایی، خدا حفظت کنه پسرم، مرسی ازت. بچه های گله دست و من از روی این قسمت میخونم براتون، فکر کنم من کتابم چون قدیمیه جمله هاش فرق داره. یک بار از بالا میخونی که رادینم به ما برسه. رادین جون آقا قربانی هم صفحه 32 رو باز کن داریم میخونیم. درس 6 پیامبران خدا. آقای امیری روی تابلوی کلاس نوشت خدا، پیامبر، مردم و از بچه ها خواست با این کلمات جمله بسازن. معلم جمله ها را روی تابلو نوشت و به بچه ها گفت چه جمله های زیبایی نوشتید. حالا از سعید میخواهید جمله خود را بخواند. خدا پیامبران را فرستاد تا مردم را راهنمایی کند. باریکلا سعید گفته خدا پیامبران را فرستاد تا مردم را راهنمایی کنند. خب حالا ببینیم بقیه چی نوشتن. معلم پرسید آنها مردم را به چه چیزهایی راهنمایی می‌کنند؟ سعید گفت کارهای درست را به مردم یاد می‌دهند و از آنها می‌خواهند کارهای زشت را انجام ندهند. معلم ادامه داد آفرین بچه‌ها، حالا می‌خواهم با شما نام بزرگترین پیامبران خدا را روی تابلو بنویسم. بچه ها میدونید بزرگترین پیامبران خدا همون پیامبران اولوالعزممون میشن. این حرف های پراکنده را مرتب کنید. بچه ها توی قسمت های زرد رنگ را نگاه کنید. دیدید همه؟ بله. یه سری کلمه حروف به هم ریخته داده. اگه مرتب کنیم اسم پیامبران خدا میشه. منم مدادم رو شارژ میکنم، میخوام براتون بنویسم. باشه؟ خب حالا اینجا منم مدادم رو بردارم که میخوام برای شماها بنویسم بلد باشه. خب شما میتونید تو پیاما برای من بدید. باریکلا روحان میگه ما 124,000 تا پیامبر داریم. بله منم اول دست دادم گفتم پیامبران خدا زیادن بچه ها، خیلی زیادن. ما 5 تا از پیامبران اولوالعزم تو این درس فقط میخوایم یاد بگیریم چون نام پیامبران خدا خیلی زیاد هستن. حالا اینجا پسرای گل من گفته که حضرت چی علیه السلام اگه مرتبش بکنی میشه چه کلمه ای؟ حضرت میزنید تو پیام آور من؟ اولین پیامبرمون چی بود اسمش؟ باریکلا نوح. آفرین میشه نوح. مرسی ازتون که اینقدر پسرهای خوبم دارید دقت میکنید و مینویسید. باریکلا باریکلا بهتون. هم من خیلی خوشحالم که شما پسرهای خوشگل رو دارم که اینقدر قشنگ دارید به من میگید. بله اولین پیامبر خدا چی بود؟ حضرت نوح بود. بله منم اینجا مینویسم حضرت نوح میذارم اینجا. شما هم میخواید بنویسید که بدونید داشته باشیدشون. مدادیاتون رو دست بگیرید بنویسید. دومین پیامبر خدا چه نام داره؟ اگه مرتب کنید این حروف به هم ریخته رو اسم دومین پیامبر خدا رو پیدا میکنید. باریکلا ماشاءالله بهتون، ماشاءالله که تو پیام آور من میزنید. آفرین دومین پیامبر خدا ابراهیم. بله وقتی مرتب میکنید متوجه میشید پس دومین پیامبر خدا حضرت ابراهیمه. پس اینجا می نویسیم ابراهیم. شما هم بنویسید تو جای خالیتون. پس اولین پیامبر خدا حضرت نوح، دومین پیامبر خدا حضرت ابراهیم، سومین پیامبر خدا چی بود بچه ها؟ اینجا من بذارمش ابراهیم. دومیش ابراهیم بود. خب سومیش چی بود؟ برای من تو پیام ها می زنی؟ سومین پیامبر خدا باریکلا باریکلا آفرین بهتون موسی، حضرت موسی بود. باریکلا بهتون آفرین. پس میشه سومیش میشه حضرت موسی. باریکلا باریکلا که اینقدر قشنگ دارید
درس رو میگید به من. مرسی به شما ها. آفرین به تو. چهارمین پیامبر ما چه نام داشت؟ با حروف به هم ریخته رو مرتب کنید. چهارمین پیامبرمون رو پیدا میکنید. باریکلا. حضرت عیسی. آفرین. پس چهارمین پیامبر ما حضرت عیسی علیه السلام بوده. آفرین. پس بچه ها اولین پیامبرمون حضرت نوح علیه السلام، دومی حضرت ابراهیم علیه السلام، سومی حضرت موسی علیه السلام، چهارمی حضرت عیسی علیه السلام و خاتم الانبیا حضرت چی؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بله، آخرین فرستاده خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بوده. پس اینجا می نویسیم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس ما 5 تا پیامبر اولوالعزم داشتیم، پیامبر نام بزرگترین پیامبران خدا که اینها دارای کتاب هستند که دارن که ما تو فیلم ها تو این کلیپ حالا می بینیم. اولیش حضرت نوح علیه السلام، دومی حضرت ابراهیم علیه السلام، سومی حضرت موسی علیه السلام، چهارمین پیامبرمون حضرت عیسی علیه السلام، پنجمین پیامبرمون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. قسمت پایین گفته آنگاه گفت بچه ها البته خدا پیامبران زیادی برای ما فرستاده. بله، روحان برای ما زد 124,000 تا پیغمبر داشتیم، پیامبر داشتیم. بله، ما پیامبران زیادی داشتیم. 5 تا از بزرگترین پیامبرامون که اولوالعزم بودن حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. شما هم نوشتید اینجا. خب حالا ببین صفحه بعدی پسرای گل من میخواد از ما سوال کنه، ببینه ما از تو درس چی یاد گرفتیم. بله، گفته گفتگو کنیم. به جز نام پیامبرانی که در درس خوندیم چه پیامبران دیگری میشناسید؟ درباره آنها گفتگو کنید. میتونید تحقیق بکنید بچه ها، در مورد نام پیامبرا برامون تحقیق کنید و بگید که بیاد اینجا برای ما بگید اسماشونو. هر کدوم میتونید یکی دو تا اسم پیامبرا رو که اینجا گفته به جز نام پیامبران که تو درس خوندید، نام اینهایی که تو درس خوندید نه، گفته چه پیامبرای دیگه رو میشناسید، میتونید برید تحقیق کنید و بگید. بله، برای من الان میزنن بچه‌ها. آفرین، خیلی پیامبر داریم، باریکلا. میخواید بریم اول کلیپ رو ببینیم بعدن بیاین این صفحه این قسمت رو کامل کنیم؟ باشه، پس اول میریم کلیپ رو نگاه میکنیم، شما آشنا بشید با همه پیامبرا، بعدن میایم اینجا و با هم دیگه میبینیم. خب من میخوام کلیپ رو براتون بذارم، یه کلیپ خوشگل که براتون در نظر گرفتم. امروز این کلیپ خوشگل رو بذارم براتون. بیایید با قصه پیامبران بزرگ خدا آشنا شویم. قرآن کریم بهترین و زیباترین و دلنشین‌ترین کتاب دنیا است. خدای مهربان در قرآن کریم با ما سخن گفته است و حضرت محمد صلی الله عزیزترین پیامبر خداست که قرآن رو برای ما آورده است. تا ما با خواندن و فهمیدن و عمل کردن به آن در دنیا و آخرت سعادتمند و خوشبخت شویم. حضرت محمد کودکان را خیلی دوست داشت. ما از پیامبر اسلام و خانواده گرامی را خیلی دوست داریم. در قرآن کریم نیز یک سوره به نام حضرت محمد صلی الله آمده است. حضرت عیسی علیه السلام فرزند حضرت مریم بود. او وقتی به دنیا آمد میتوانست در آغوش مادر مهربانش با مردم سخن بگوید. او پیامبری مهربان بود، به فقیران کمک میکرد و بیماران را شفا میداد. ما کودکان مسلمان حضرت عیسی را مانند همه پیامبران خدا دوست داریم.
در قرآن کریم سوره‌ای به نام حضرت مریم صلی الله آمده است. حضرت موسی علیه السلام یکی از پیامبران خوب خداست که از همان کودکی همه را به پرستش خدای مهربان و انجام کارهای خوب دعوت میکرد. او با فرعون که پادشاه ظالمی بود مبارزه میکرد تا اینکه روزی فرعون تصمیم گرفت او و یارانش را بکشد. حضرت موسی و یارانش در حالی که از دست فرعون فرار میکردند به رودخانه نیل رسیدند. حضرت موسی به دستور خدا عصایش را به آب زد، ناگهان آب رودخانه از حرکت ایستاد و آب شکافته شد و موسی و یارانش از رودخانه عبور کردند. زمانی که فرعون و سربازانش به آنجا رسیدند تصمیم گرفتند که وارد رودخانه شوند. آنها وقتی به میان رودخانه رسیدند ناگهان آب رودخانه به حرکت درآمد و فرعون و یارانش را گرفتار کرد. آنها هم که آدمهای بدی بودند و به همه بدی می‌کردند گرفتار عذاب الهی شده و در دریا غرق گردیدند. حضرت ابراهیم پیامبری بزرگ بود. فرزند او اسماعیل نام داشت که بعدها او نیز از پیامبران الهی شد. آن دو به دستور خدا و با کمک هم خانه خدا کعبه را ساختند. مسلمانان هر روز رو به قبله یعنی خانه خدا نماز می‌خواندند. کعبه در شهر مکه قرار داشت. در قرآن کریم یک سوره به نام حضرت ابراهیم علیه السلام آمده است. حضرت نوح علیه السلام از پیامبران الهی است که عمر بسیار طولانی داشت. او به فرمان الهی یک کشتی بسیار بزرگ ساخت و همه کسانی را که به خدای یکتا ایمان آورده و مؤمن شده بودند را سوار بر کشتی کرد و همچنین از حیوانات اهلی و وحشی استعدادی را به کشتی آورد و وقتی طوفان شروع شد آنها نجات یافتند. در قرآن کریم یک سوره به نام حضرت نوح علیه السلام آمده است. بیایید با قصه بله بچه های گل من، دیدید پسرا این کلیپ خیلی زیبا رو در مورد پیامبران خدا بود. بچه های گل من که این کلیپ خیلی کلیپ خوشگله بود، من دوست داشتم که توی کلاس با شماها ببینم، چون دیدم مربوط به درسمون هست گفتم که شماها اینا نگاه کنید. بچه ها دوست داشتید کلیپ ها؟ خب حالا براتون تو کانال واتساپ هم میذارم که شماها خوب و قشنگ ببینید و ببینم دوستاتون چه سوالی دارن ادامه درس رو بدید. آقای قربانیان چه سوالی داری پسرم؟ ببخشید خانم رفتم بالا. چشکال نداره عزیز دلمی، چشکال نه. آقای محمد حسن شما چه سوالی داری؟ محمد حسن پسرم سوال داری قربونت برم. خانوم اون دلم جانم، ما خوب میخوام این صفحه 34 رو حل کنیم. میخوام بذارم واسه روز چهارشنبه‌مون با هم دیگه انجام بدیم. امروز میخوام در مورد پیامبران خدای مقدار صحبت کنیم بعدن. باشه عزیزم، میخوام قشنگ کامل چیز کنیم، اطلاعات داشته باشیم. بله میخوام تحقیق کنید، اطلاعات داشته باشید که برای من توضیح بدید در مورد پیامبران خدا. باشه پسر خوشگلم، مرسی، دست شما دارم. خب آقای صدرایی رادین جان شما چه سوالی دارید؟ رادین جان بله دوربین شما رو باید. البته بچه ها من روز چهارشنبه عکس پیامبران رو میارم براتون که ببینید. جونم من کتاب قرآن، کتاب حضرت محمد صلی الله درسته. خب پیامبر ما مسلمان
ننه که اون کتابا نوشته. بله دست شما درد نکنه. بله درسته. باری کلا بشه. بله بچه ما گفتیم که وقتی که در مورد پیامبران خدا صحبت کردیم، من گذاشتم گفتم کلیپ رو نگاه کنید، دیدید توی کلیپ هر کدوم از پیامبران دارای یه معجزه بودن. چرا ما میگیم پیامبران اولوالعزم؟ چون پیامبرانی که ما خیلی پیامبر داریم، 124,000 تا پیامبر داریم، ولی این 5 تا از پیامبران بزرگ خدا هستن، اولوالعزم هستن، چون همشون هم کتاب دارن و هم معجزه دارن. که گفتیم حضرت محمد آخرین پیامبر خدا بود، کتابش چه نام داشت؟ کتاب قرآن بود. بچه ها البته خدا پیامبران زیادی بر ما فرستاده ها، ولی این 5 تا از بزرگترین پیامبران هستن که همشون کتاب دارن و ما رو راهنمایی میکنن. و آخرین پیامبرمونم فاطمه الزهرا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست که از طرف خدا برای ما فرستاده شده تا ما رو به راه راست، راستگویی، امانتداری چیکار کنه؟ هدایت کنه و راهنمایی کنه. و کتاب قرآن رو برای ما آورده که ما با خواندن قرآن و نماز چی بشیم؟ دلهامون آرامش بشه. بله بچه ما امروز دستمون در مورد پیامبران خدا بود که ما در مورد 5 تا از پیامبران خدا صحبت کردیم. گفتیم حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بوده. ما قسمت فعالیت های کتاب ها میذاریم و روز چهارشنبه مون لطفاً از روی درست های کتاب هدیه هم روحانی کنیم. خیلی موثره. وقتی روحانی میکنیم خیلی چیزهای خوب یاد میگیریم بچه ها. باشه؟ پس این درست روحانی میکنیم در مورد سوالاش هم روز چهارشنبه با هم دیگه انجام میدیم. من زنگ قبلی نرسیدم فارسی رو از 5 تا از دوستاتون دیروز وقت زمان نداشتیم ازشون بپرسم. گفتم هدیه ها رو که درست بدم بعد از درست هدیه بیریم سراغ روحانی فارسیمون که میخوام درست کوشا و نوشا رو بپرسم و کلمات هممنی رو. البته فردا کلمات هممنی رو از هرتون میپرسم و از همه چون باید همه کلمات هممنی رو بلد باشیم. من ببینم دوستاتون چه سوالی دارن تا شما کتابای فارسی تون رو بیارید. آقای امیرورزی ها چه سوالی داری پسرم؟ نمیشه من بخونم. چی بخونی؟ نه کتاب فارسی رو بخونی؟ نه هدیه های آسمانی. الان دیگه میریم سراغ کتاب فارسیمون. باشه شما برو کتاب فارسی تو باز کن پسرم، میخوایم درس فارسی رو بخونیم پسر خوبم. دیگه روز چهارشنبه انشالله میریم سراغ هدیه های آسمانیمون. باشه؟ مرسی از شما. باریکلا پسر خوبم. خب امیر بردیا جان. خب پسرای گل من ببینم میتونم درس فارسی رو بیارم براتون که با هم دیگه فارسی رو بخونیم. خب یا باید از کلاس خارج بشیم؟ اجازه بدید من بیارم درست فارسی خواندنی رو. خب بچه من یک لحظه از کلاس میرم بیرون برمیگردم چون نمیتونم کتابم رو باز بکنم. باشه پسرای خوبم؟ چون یه لحظه میرم و بیرون و میام، شماها بمونید توی کلاس پسرای خوبم. باشه پسرای گل من؟ بله بچه های گل من، الان میریم سراغ درس فارسیمون. همه کتاب فارسی بخونیم و بیارید چون بعضی وقتا من نمیتونم این درس رو بیارم برای شماها. خب الان درس
کوشا و نوشا رو آوردیم. خب بیروز چند تا از دوستاتون زمان نداشتین بخونن درس رو برامون، الان میخوام درس رو برامون بخونن و کلمات هم معنی رو هم ازتون سوال کنم. خب آقای کیان، آقای کیان علی مردانی لطفا همه دستاتون رو بیارید پایین بچه ها، پسرا فقط کیان باشه، چون کیان دیروز درس رو زمان نداشتیم بخونه. کیان، کیان جان آفرین، کیان بخونه از دو درس، از اول درس بخون کیان جون، سریع بخون که دوستای دیگه‌مون هم بتونن بخون. سلام خانم، سلام، روز شما بخیر پسر خوشگل من. از بالای درس میخونی پسرم؟ بله خانم. بخون قربونت برم. بسم الله الرحمن الرحیم، درس ششم، کوشا و نوشا. دو پرنده کوچک در جنگلی زندگی می کردند. اسم یکی از آنها کوشا و اسم دیگری نوشا بود. آنها شبیه هم بودند و همیشه با هم پرواز می کردند. روزی پدر و مادرشان از آنها گفتند شما دیگر بزرگ شده اید، غیر از بازی کردند باید چیزهای زیاد دیگرم یاد بگیرید. خوبه کیان جون؟ کلمات هم معنی رو ازت سوال میکنم. تلاش، کوشش، سعی، باریکلا. شبیه به هم، مثل هم، مانند هم. توانا، کسی که میتواند همه کار انجام بدهد، باریکلا. حالا شما مخالف رو به من بگو. پیر، جواب. دیدند، ندیدند. دانا، نادان. من سه تا کلمه میگم، شما کلمه مشترکشو به من بگو. کتاب خانه، کتاب دار، کتاب فروش. کتاب. عالی، آفرین، ماشاءالله به دست شما درد نکنه. مرسی، خیلی ممنون از شما. بچه ها اینقدر دستاتون بالاستی سوال دارید. خب من میخوام درس بپرسم. چی؟ من آقای مصدق. بچه هایی که دیروز روخانی نکردن رو فقط میپرسم، چون میخوام به همه. سلام خانم. سلام عزیزم. روحام جون از بقیه درس میخونی؟ آفرین. کوشا و نوشا خوشحال شدند و پرواز کنان لانهشان را ترک کردند. آنها در راه دارکوبی را دیدند. دارکوب پرنده دانای جنگل بود. کوشا و نوشا از او خواستند کمی از علم و دانایی خود را به آنها بیاموزد. دارکوب گفت بسیار خوب، اما کار ساده نیست. شما باید سالها تلاش کنید تا دانا شوید. کوشا و نوشا قبول کردند. دو سال گذشت. کوشا به آموختن ادامه داد، اما نوشا از آموختن خسته شد. آنها دلش میخواست آزاد باشد، بازی کند و از این شاخه به آن شاخه بپرد. برای همین یک روز پرواز کرد و از آنجا رفت. مرسی، کافیه. روحام کلمات هم معنی را ازت سوال میکنم. برنا، برنا میشه باشد. نه، برنا. جوان، جوان. اسم، نام. بود، باشد. آزاد، رها. سرانجام،
پایان. آفرین. آفرین. مخالف بگو. قبول کرد. قبول نکرد. همیشه. هیچ وقت. هیچ. هرگز. حالا سه تا کلمه میگم کلمه مشترکشو به من بگو. سخنگو، سخنران، سخنچین. سخن. عالی، آفرین. هزار ماشاءالله به پسرای گلم. ممنونم، خیلی خوب بود. آقای پسرای گل من، کسرای نوروزی. کسرا، کسرا جان. سلام. دوربینه درست شد؟ بله درست شد. بخونم خانم. در راه به هدهدی رسید که پاکیزه راستگو امانتدار و مهربان بود. او از هدهد خواست تا این چیزهای خوب را به آن یاد بدهد. هدهد قبول کرد که به او آموزش بدهد. دو سانه گذشته بود که نوشا از این کار هم خسته شد و از پیش هدهد رفت. این بار به توتی سخنگو رسید و از او خواست خوب حرف زدن را به آن او یاد بدهد. توتی گفت بسیار خوب، اما تو باید اول خوب دیده و خوب گوش کردن را یاد بگیری و تمرین کنی تا بتوانی خوب سخن بگویی. این کار چند سال طول می کشد. یه سوال میکنم پسرم، شما به من بگو که چرا کتاب و نوشالانشون رو ترک کردن؟ که علم و دانش کسب کنن. بله، چیزهای تازه یاد بگیرن. حالا کلمات هم معنی رو به من بگو. آموختن، یاد گرفتن. یاد گرفتن. کوشا کسی که کوشش میکنن. کوشش میکنن. علم، دانش. حالا مخالف بگو. پیر، جوان. مهربان، نامهربان. عالی، آفرین، متشکرم، مرسی. آقای فرهانی، آقای امیر حسین فرهانی. امیر حسین جون، پسرم امیر حسین. خب امیر حسین نیست، امیر بردیا بخونه. امیر بردیا جان، امیر بردیا. بله. صفحه سومو بخون پسر خوشگلم. آفرین. نوشا قبول کرد، ولی هنوز یک سال نگذشته بود که از آموختن خسته شد. برای همین یک روز پرواز کنن از پیش توتی رفت. او تصمیم گرفته بود پیش پدر و مادر پیراش برگردد. سرانجام نوشا به لانه برگشت و دید همه از خوبی و دانایی کوشا حرف می زنند. کمی به فکر فرو رفت. سپس پدرش این سر فردوسی را برایش خواند. توانا برو، هر کی دانا بود. ز دانش دل پی برنا بود. باریکلا. شما به من بگو که دانا یعنی چی؟ دانا هم معنی نادان. دانا هم معنیش میشه کسی که میداند. آفرین. قبول کرد یعنی چی؟ قبول کرد یعنی پسندید. پسندید، پذیرفت. خب حالا شما به من بگو که تلاش یعنی چی؟ تلاش یعنی سعی. بله، آفرین. حالا مخالف این کلمات رو به من بگو. آسان. آسان، سخت. پاکیزه.
کثیف. توانا. توانا. مخالفش. توانا. میشه چی؟ کسی که هیچ کاری نمیتونه بکنه. یعنی ناتوان. حالا یه سوال ازت بپرسم. چرا نوشا در کارهاش موفق نبود؟ برای اینکه بازی میکرد. بله، برای اینکه تلاش و کوشش نمیکرد. کسی که بخواد به هدفش برسه باید زحمت بکشه و تلاش بکنه. درسته؟ مرسی از شما. آفرین، آفرین. ماشاءالله به پسرای گلم. آقای پارسا. پارسا برای من نخونده بخونه. پارسا جان. سلام عزیزم، از اول درس بخون پسر گلم. به نام خدا. درس ششم کوشا و نوشا. دو پرنده کوچک در جنگلی زندگی می کردن. اسم یکی از آنها کوشا و اسم دیگری نوشا بود. آنها شبیه هم بودن و همیشه با هم پرواز می کردن. روزی پدر و مادرشان به آنها گفتن شما دیگر بزرگ شده اید. غیر از بازی کردن باید چیزهای دیگری هم یاد بگیرید. کوشا و نوشا خوشحال شدند و پرواز کنان لانشان را ترک کردند. آنها در راه دارکوبی را دیدند. دارکو پرنده دانای جنگل. کافیه. سوال میکنم ازن. برنا. برنا یعنی جوان. بود. بود یعنی بود. نه. بود یعنی باشد. باشد. درسته. خب. کوشا. کوشا یعنی کسی که کوشش میکنه. شبیه به هم. مثل هم. مانند هم. باریکلا. حالا مخالف به من بگو. به من بگو. ترک کردم. ترک کردم. آمدن. میشه گفت ترک کردن. میشه آمدن. ترک نکردن. پرنده دانا. پرنده دانا. پرنده نادان. تو دوست داری مثل کدوم پرنده ها باشی؟ من دوست دارم کوشه باشم. چرا؟ داره اینی که دانا بود. آره کلا. خب تو خود دانا هستی؟ تو پسر کوشامون هستی؟ اصلا کلاس دو سه همه کوشایی. قربون دارم. دست درد نکن. آقای فراهانی. پسرم امیر حسین جان. امیر حسین خانم. سلام عزیزم. خوبی؟ سلام. بل دومو بخون پسرم. چشم. کوشا و نوشا از او خواستن کمی از علم و دانایی خود به آنها بیاموزد. دارکو گفت بسیار خوب، اما کار ساده نیست. شما باید ساده تلاش کنید تا دانا شوید. کوشا و نوشا قبول کردند. دو سال گذشت. کوشا به آموختن ادامه داد. نوشا از آموختن خسته شد. او دلش میخواست آزاد باشد، بازی کند و از این شاخه. خب به آن شاخه بپرد. درسته. بخون. صدات قطع شد. برای همین یک روز پرواز کرد و از آنجا رفت. نوشا در راه تلاش کوشش یاد بگیرد. آموختن یاد گرفتن. اما ولی باریکلا. حالا شما به من بگو. من یک جمله بهت میگم. به من بگو که کلمه هایش مشترک هستن با هم دیگه. میخواست. خواستگاری. خواستن. خواست. خواست. ممنونم. دست شما درد نکنه. مرسی. آفرین به شما. آقای میرزاده چه سوالی داری پسرم؟ تاها جان.
خانم میشه من بپرسید؟ شما دیگه بودید آقا جون، یادته روخانه کردی. امروز دوستاتون رو میپرسیدم که دیروز نرسیدم، فردا از همه تون سوال میکنم و کلمات هم معنی رو میپرسم. بچه ها فردا دو زنگ فارسی داریم، هم از همه تون میخوام سوال کنم و کلمات هم معنی رو بپرسم. دیکته هم داریم. باشه پسرم، فردا انشاءالله. الان دیگه زنگمون تموم شد. خب پسرای گل من، الان میریم سراغ زنگ تفریحمون. خسته نباشید، خدا قوت. زنگ بعدی از همه علوم میخوام بپرسم. کتابای علومتون آماده بذارید، ازتون سوال میکنم. خسته نباشید عزیزانم، برید استراحت کنید، حتما خوراکی بخورید.